صاحب محترم، دا یو پیام لرمه د لشکرګاه محترمو شاریانو ته، دغه لطفا په ګروپانو کې شریک کړه. فرماندهان قهار مولوی، مهدی یا مجاهد از سوی طالبان دستگیر شدند. خبری که احتمالاً برای دوستداران مهدی مجاهد غم‌انگیز و ناخوشایند است. این دو فرمانده مشهور مهدی مجاهد به نام‌های حسین و حبیب چگونه از سوی طالبان دستگیر شدند و طالبان با آنان چی کردند؟ در ادامه این ویدیو جزئیات این موضوع را برایتان ابراز خواهیم کرد. پس تا آخر این ویدیو با چینل یوتیوب پرژن سیتی با ما همراه باشید. اگر حاشیه‌روی نکنیم و مستقیم به داستان دستگیری مهدی مجاهد معروف به مولوی مهدی مجاهد نگاهی کنیم، مهدی مجاهد در یک اتفاق پیشبینی نشده دستگیر شد. اتفاقی که طالبان را خوشحال و دوستداران مهدی مجاهد را دیگرگون و غمگین ساخت. شاید مهدی مجاهد چاره دیگری نداشت و دست به خارج شدن از افغانستان زد و این گونه به دام طالبان افتاد. نکته اندوهبار علاوه بر دستگیری مهدی مجاهد از سوی طالبان، دستگیری دو فرمانده مهدی مجاهد از سوی طالبان است. شاید بدانید که مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان در برابر طالبان تنها نبود و با خود جنگسالار و فرماندهان هم داشت که در کنارش علیه طالبان می‌جنگیدند. از بلخاب گرفته تا بیرون شدنش از این ولسوالی و حتی قبل از قیام و به پای ایستادن علیه طالبان. اما حالا بعد از دستگیری مهدی مجاهد، افرادش نیز در اندکترین زمان ممکن به دست طالبان افتادند. برگه جاغوری نیوز این گونه نگاشته است: مهدی هزاره غم دیروز و حسین و حبیب غم امروز ما. متاسفانه خبرهای بیرون شده از منابع در میان طالبان حاکی از دستگیری حسین و حبیب، دو فرمانده همرزم مهدی هزاره بودند که در برابر طالبان ظالم مهدی هزاره را همراهی می کردند. این روزها مردم هزاره زیر آوار ظلم طالبان گیر افتادند و هیچ صدایی نیست که بدادشان برسد. واقعا نمی دانم که خداوند چه نگاه به ملت هزاره دارد. هر روز باید غم بشنویم و درد تحمل کنیم و اشک بریزیم. نمیدانم تا چه مدت این ظلم ادامه خواهد داشت. حیرانم که ملت هزاره منتظر چیست. بلند شوید و به پا خیزید. نگذارید زنده زنده لقمه چرب شوید برای طالبان خوناشام. خدا خودش به داد ملت افغانستان و هزاره برسد. این برگه همچنان در واقع منبعی بود که از دستگیری مهدی مجاهد نقل قول کرده بود و این در حال است که طالبان در مورد دستگیری مهدی مجاهد اعلامیه داده بودند. اما به نقل از این منبع، در پی دستگیری این دو فرمانده تا کنون هیچ اعلامیه رسمی از سوی طالبان بیرون نشده است. به هر حال دوستان عزیز، دیدگاه هایتان را در قسمت کامنت ها حتما برای ما بنویسید. ممنون که بیننده این ویدیو بودید.